با سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها زیر عنوان دیدگاه مارکس آینیست پوراست که این 13 برنامه از این سلسله برنامه هاست و امروز هم 29 سپتامبر 2013 و 7 مهر ماه 1392. قبل از اینکه باز این برنامه رو شروع بکنم، یادآوری یک سلسله چیزها خوبه. خوندن این آثار مارکس، اینا آثار سیاسیشه، امیدوارم در آینده بشود که به اصطلاح سری سوم از این برنامه ها رو که دیدگاه اقتصادی مارکس هست، برای اینکه در سری اول یادآوری بکنم که دیدگاه فلسفی مارکس بود، یعنی جلد اول کتابی که من نوشتم در 36 برنامه هنوز در مردم تیوی و سایت خود من mohit.gulshan.com صداش البته هست، در تلویزیون مردم هم صداش و هم عرض شود که تصویرش هست. اون سری اول بود که در 36 برنامه هستش. سری دوم راجب دیدگاه سیاسی مارکسه که واقعا شیوه عمل کردشون در حین انقلاب 1848-49 چی بوده، برای که تا اون موقع فقط کار تئوریک کرده بودن، حالا میباعث در واقع محک میزدن به تئوریای خودشون. نه تنها محک زدن به تئوریای خودشون، بلکه شرکت کردن و تکامل دادن دیدگاه خودشون رو. و واقعا اون وقت مارکس موقعی که انقلاب شکست میخوره و میره به لندن، از اوائل 1850 شروع میکنه به جنبندی که یکی از جنبندیاش همین نبرد طبقاتی در فرانسه است که من تاریخچه وسان نوشتن این جزوه رو که خود مارکس چجوری به صورت سلسله مقالات این رو منتشر کرد و بعد انگلس در اواخر عمرش یه چیزایی بهش اضافه کرد و زیر عنوان نبردهای طبقاتی در فرانسه به چاپ رسوند. میخواستم این رو عرض بکنم که این آثار رو ما باید بخونیم، یعنی آثار سیاسی مارکس رو که من لیستش رو هفته قبل یعنی جلسه قبل عرض کردم و دیدگاه سیاسی مارکس رو، و باید چکیده شما درک بکنیم که به طور کلی دیدگاه مارکس چی هست در اون زمان و چطور داره تکامل پیدا میکنه. ما دیدگاه مارکس رو به صورت خشک و مذهبی و تعصب‌آمیز نباید بهش نگاه بکنیم، یا به عنوان یک به اصطلاح آگاهی دروغین یا به اصطلاح آگاهی به اصطلاح غیر واقعی. باید فکر تکامل پیدا بکنه. الان دیدگاه مارکس رو ما در این حال که میخونیم باید به عنوان مبنایی باشه و نه اینکه طابق و نعل به نعل ما بهش اعتقاد داشته باشیم به عنوان یک باور مذهبی. بعد اون در و گوهرهایی که توش هست اینا رو بگیریم و خودمون بهش محک بزنیم با اوضاع و احوال امروز روز و با آگاهی که خودمون داریم. بنابراین در این چارچوب ما باید دیدگاه مارکس رو بهش تمام به اصطلاح این عنوانی که به این سلسله گفتارها داده شده که به اصطلاح آیه نیست واقعا بلکه پویاست، خود مارکس اینجوری عمل کرده بوده. هم دیدگاهش رو از طریق نقد پایه‌گذاری میکنه و خودش تکامل میده و هم هیچگاه پایانی برای تاریخ قائل نیست و حتی برای دیدگاه هم پایانی قائل نیست. تا آخر عمرش واقعا دیدگاهش همینجوری تغییر میکنه، تغییر نه در بنیانها بلکه به اصطلاح مطابق با مثال من هر شبت که کمون پاریس رو زدم که در واقع 1871 با تمام قوا ازش دفاع میکنه، آخر عمرش 10 بعد به اصطلاح به یه دوستش میمیسه که کمونارها میبایست با دولت به نوعی توافق میرسیدن، برای اینکه امکان پیروزی براشون وجود نداشت. با اینکه در اون زمان که خود انقلاب و کمون پاریس هستش و نیروهای انقلابی و کارگران و زحمتکشان پاریس میخوان به قدرت، با تمام قوا ازشون دفاع میکنه. قبلش هم البته زیاد موافق نبود به اینکه این کارو بکنن، ولی موقعی که دست به این کار میزنن دفاع میکنه، ولی بعدش میگه که میبایست به نوعی توافق برای اینکه جون سالم به در ببرن.
دیدگاه مارکس رو، بنابراین نبردهای طبقاتی رو که آدم میخونه که جمع‌بندی 1871 کمون پاریسه، عرصه که جنگ داخلی در فرانسه، عوض میخوام این نبردهای طبقاتی اینه. خیلی ها نقل قول از اونجا میارن، عرصه که نمیدونن که بعدن مارکس چه دیدگاهی راجع به این قضیه داشته. بنابراین باید یه نگاه پویا و در حال حرکت باید منتها در و گوهرهایی توی نوشته های مارکس هست که اونا رو باید آدم در بیاره. به هر حال جلسه قبل ما به اونجا رسیدیم که انقلاب فوریه 1848 به چه دلیل نمیتونست انقلاب پرولتاریایی باشه. در واقع بورژوازی صنعتی هم بخشی از انقلاب بود و در نتیجه کارگرها از بورژوازی صنعتی دفاع میکردن در برابر هم به اصطلاح فئودال ها، بورژوازی به اصطلاح زراعی و به اصطلاح کشاورزی و هم بورژوازی مالی، در برابر اونا از بورژوازی صنعتی دفاع میکرد. بنابراین به اتفاق هم دیگه بودن و همه اینها در واقع انقلاب فوریه رو انجام دادن و نمیتونست که انقلاب پرولتاریایی باشه. تا به اینجا رسیدیم و مارکس همینجوری اینو دنبال میکنه که در واقع نبردهای طبقاتی میره تا سالهای به اصطلاح 1800 و عرصبت که 49-50 و بعدش ما میدونیم که حالا اگر امروز رسیدیم در جلسه بعد یه مقدار راجبه 18 برومر لوی بوناپارت تا جایی که میرسیم صحبت میکنم که اون وقت میرسه تا کودتایی که در دسامبر 1851 به اصطلاح ناپلئون سوم یا ناپلئون کوچولو در حقیقت انجام میده، اونو جمع‌بندی میکنه که چه زمینه‌هایی وجود داشته که ناپلئون سوم به قدرت رسید، یه لاتوپوت در واقع ازش اسم به عنوان چیز ازش اسم میبره. من دنباله نبردهای طبقاتی رو ادامه میدم که برای یادآوری آخرین به اصطلاح بخشی رو که من گفته بودم، عرصبت که به اصطلاح نقل قول کرده بودم، از اونجا شروع میکنم. مبارزه بر ضد سرمایه در شکل مدرن توسعه یافتش در نقطه اوج آن، یعنی مبارزه مزدبگیر صنعتی و ضد بورژوازی صنعتی، رویدادی فرعی است در اون انقلاب و از این رو پس از ایام فوریه چنین رویدادی نمیتوانست محتوای ملی انقلاب باشه، انقلاب پرولتاریایی باشه، چرا که مبارزه بر ضد شیوه های بهره‌کشی ثانوی. عزیزان الان به ایران نگاه بکنن، بعضیا فرضاً حل مشکل ایران رو به صورت یک معادله تک مجهولی میبینن، کار و سرمایه. انواع و اقسام تضادهای دیگر رو نمیبینن. به این نوشته های مارکس به این دلیله که به ما میتونه کمک بکنه. عزیزان دقت، از این رو پس از ایام فوریه چنین رویدادی نمیتوانست محتوای ملی انقلاب باشد، یعنی انقلاب پرولتاریایی، یعنی تضاد کار و سرمایه باشد. چرا؟ چرا که مبارزه بر ضد شیوه های بهره‌کشی ثانوی، نه کار سرمایه، نه بهره‌کشی سرمایه از کار، ماننده مبارزه دهقان بر ضد رباخار. الان به کشور خودمون نگاه بکن، برادران قاچاقچی هستن، عرصبت که راندخارا هستن، آخوندا هستن، خرد بورژوازی، تجار محترم هستن، همه اینا انواع و اقسام تضادها وجود داره. بقایای شیوه های تولید پیش سرمایه‌داری وجود داره. هنوز ما نمیتونیم اینا را به طریق یک معادله تک مجهولی اینا حلش بکنیم که کار و سرمایه. از این طرف دشمن خارجی و سلطه‌گر و امپریالیسم وجود داره که هر لحظه کشور ما رو داره تهدید میکنه. همه اینها اوضاع رو فوق‌العاده پیچیده میکنه. درسی که ما میتونیم بگیریم اینه که مارکس همه چیزا رو معادلات تک مجهولی نمیدیده، پیچیدگی ها رو میدیده، طبقات مختلف رو میدیده، جنبه های فرهنگی رو، جنبه های سیاسی رو، نیروهای خارجی رو، فرضاً انگلیس که امپریالیسم اون روزه چه تأثیر منفی داره روی عرصه‌ی انقلاب فرانسه، که امواج انقلاب فرانسه موقعی که به عرصه‌ی که اون سواحل سفید به اصطلاح عرصه‌ی که انگلیس میخوره بر میگرده. انگلیس ضد انقلاب اون زمان، همینطور که امریکا الان ضد انقلاب سطح جهانیه،
نمیذاره کشورهای دیگه با شکست انقلاباتشون رو روبرو میکنه. عرض شد که چرا که مبارزه بر ضد شیوه های بهره کشی ثانوی سرمایه، مبارزه دهقان بر ضد رباخار و بانک های رهنی و گروگیر، مبارزه خرده بورژوازی بر ضد تاجر عمده، بانکدار و صاحب صنعت، عرض شد که خرده بورژوا بر ضد همه اینا، تاجر عمده، بانکدار، صاحب صنعت، در یک کلام بر ضد ورشکستگی، هنوز در شورش عمومی علیه اشرافیت مالی پنهان بود. بنابراین کار سرمایه نیست، یعنی کارگر صنعتی در برابر سرمایه صنعتی. پس کاملا منطقی است که پرولتاریای فرانسه خواسته باشد از منافع خودش در کنار منافع بورژوازی دفاع بکنه، به جای آنکه بخواهد منافع خودش را در حکم منافع انقلابی کل جامعه جا بزنه و پرچم سرخ را که نماینده در واقع به اصطلاح طبقه کارگره جلوتر از پرچم سرنگ که پرچم ملی فرانسه است که مال بورژوازی به خورد بورژوازی واقعا برافرازد. کارگر فرانسوی قادر به برداشتن هیچ گامی به جلو یا کم کردن یک مو از سر نظم بورژوازی نخواهد بود. پس از آن که انبوه ملت که میان پرولتاریا و بورژوازی قرار دارد، انبوه ملت که بین بورژوازی صنعتی و طبقه کارگر یعنی دهقانان و خرده بورژوازا در شورش خود بر ضد این نظم، بر ضد سلطه سرمایه در اثر جریان انقلاب ناگزیر به پیوستن به پرولتاریا. من اینجا باید یه نکته ای رو، کل این چیزایی رو که مارکس میگه، برداشتی که بسیاری از چپها به ویژه سوپر چپهای ایران از طبقه کارگر دارن، اونایی هستن که دستاشون پینه بسته است. مثل خمینی که میگفت من دست پینه بسته کارگر را میبوسم، که بعد ما بدونیم گاز گرفت. ولی خیلی از بسا نیروهای چپ هنوز تو اون فکرن. اگر نوشته به ویژه گروندریسه رو و یک سلسله نوشته های دیگر رو که من اینا در جلد سوم آوردم، اون زمان مارکس پیشبینی میکنه که بسیاری از نیروها، حتی دکترها، وکلای دادگستری، نه تنها معلما، مدیران مدرسه، بازیکنان تئاتر، آوازخوانها، اینا کارگر میشن. الان عزیزان نگاه بکنن، آیا یک پرستار دستش پینه بسته است؟ مهماندار هواپیما دستش پینه بسته است؟ یه تکنیسیان، یه دانشمند که داره بسیار چیز میکنه، بسیاری از استادان دانشگاه، 80% از اونهایی که در دانشگاه های امریکا درس میدن پیمانی هن که حقوقشون در واقع مثل یک کارگر صنعتیه و یا حتی کمتر ممکنه باشه و واقعا زیر فشار شدید به اصطلاح مالیه. استادای دانشگاه که پیمانی هن و تنیور به قول معروف ندارن، یعنی در واقع چیز شغل ثابت دانشگاهی ندارن. دکترا، بخش وسیعیشون الان به اصطلاح سندیکای کارگری پیوستن، حتی وکلای دادگستری به همین ترتیب. حالا بگذاریم از معلما که واقعا جزء طبقه کارگرن، پرستارا که واقعا جزء دارن. بنابراین اول باید ما دیدمون نسبت به طبقه کارگر تغییر بکنه که خیلی ها فکر میکنن فقط اونا. بنابراین توده های عظیم و اون چیزی که ما بهش میگفتیم خرده بورژوازی که واقعا طبقه متوسط باشه، خرد و متلاشی شده و اینا در کشورهای مخصوصا پیشرفته به طبقه کارگر پیوستن و در نتیجه برخلاف به اصطلاح اون چیزی که فکر میکنن طبقه کارگر، واقعا بعضیا وقت تئوریشون اینجوری میشه که طبقه کارگر دیگه از بین رفته است، کار از بین رفته است، در حالی که اینا قابل پیش بینی بوده که واقعا حتی یک کارگر به جایی میرسه در اثر اتوماتیزه شدن و رباتیزه شدن، اتوماتیک شدن به اصطلاح تولید، که کارگر فقط ناظر گردش چرخ کارخانه های عظیم و اتوماتیک خواهد بود. بنابراین اینا قابل پیش بینی بوده همه اینا، که واقعا با پیشرفت علم و تکنولوژی بخش وسیع از طبقه متوسط و خرده بورژوازی به طبقه کارگر میپیونده. منتها اینا یقه سفیدن و نه یقه آبی،
یعنی کارگر یدی نیستن و حتی کارگرای یدی هم شروع میکنن با کامپیوتر کار کردن و وسایل مکانیکی و اتوماتیک کار میکنن. از این جهت این یک مطلبه که باید در نظر داشته باشیم که ما موقعی که از طبقه کارگر صحبت میکنیم منظورمون چیه. هر شبت که بنابراین دیدمون رو ما باید بروز بکنیم، یعنی به اصطلاح بیاریمش به دوران up to dateش بکنیم، بیاریمش به دوران امروز. خب بنابراین این ما هنوز توی به اصطلاح چیز هستیم که چرا طبقه کارگر نمیتونسته. تمام این طبقات میانی باید کم کم و کم کم بیان به طبقه کارگر بپیوندن، که این الان در کشورهای پیشرفته صنعتی از ژاپن گرفته تا اروپا تا امریکا تا استرالیا تا کانادا، اینا همشون در این مرحله هستن. ولی در بسیاری از کشورهای جهان سوم، در افریقا در درجه اول، در بسیاری از کشورهای آسیایی بعدش و در کشورهای امریکای لاتین هنوز به اون مرحله نرسیدن که واقعا این طبقات به کلی از بین رفته باشن و در نتیجه اوضاعشون فوق‌العاده پیچیده تره. پس کارگران پیروزی خود را در ایام ژوئن فقط به بهای تحمل شکست‌های وحشتناک توانستن بخرن. پیروزیشون به چه معنا؟ یا چیزایی به دست آوردن که حالا خواهیم دید. آزادی روزنامه، آزادی بیان، آزادی خیلی چیزا رو به دست آوردن. نتیجه مثبت دیگر مبارزه طبقه کارگر چی بود؟ برای کمیسیون لوکزامبورگ که ما دیدیم به اسرائیل کمیسیونی گذاشتن برای کمک به کارگرها، این آفریده کارگران پاریسی این شایستگی رو باید پذیرفت که توانست این راز انقلاب قرن 19 هم رو از فراز سکوی خطابه اروپا به جهانیان اعلام بدارد. رهایی پرولتاریا برای اولین بار اعلام تازه میکنه که رهایی جمهوری جدید چیزی جز آزمایش تازه‌ای برای شرکت در مهمانی جامعه بورژوازی کهن نبود. این مولود جدید در راجع به اون چیزی که در فوریه به وجود میاد دست به هر کاری زد تا خود را برای بورژوازی پذیرفتنی کنه. جالبه، هم شکست کارگران بعدن خواهیم دید و هم کنار زدن بورژوازی، هم به سا کشاورزی در واقع زراعی و هم بورژوازی مالی. اینا چیزایی، لغو مجازات اعدام، باز شدن در مطبوعات به روی همه باورها، اینا دستاوردهایی که انقلاب به نفع کارگراست، به نفع طبقه کارگر، به نفع آینده شونه، گرچه انقلاب هنوز در مرحله بورژواییه. عرض شود که باز شدن در مطبوعات به روی همه باورها و ماندن ارتش، دادگاه‌ها و دستگاه‌های اداری دولت جز چند استثناء در دست همون صاحب منصبان قبلی، اون دستش نمی‌زنه ولی مطبوعات آزاد میشه. از سوی دیگر برای تأمین پایه اعتبار عمومی و اعتبار خصوصی، به جای اینکه جانب اکثریت مردم را بگیرد اعلام ورشکستگی میکنه و از این طریق کل بدهی‌های دولت به ثروتمندان و اشرافیت مالی رو لغو می‌کنه. بنابراین اینا دستاوردهای این مرحله از انقلابه. من باز مجبورم یه مقدار بپرم. در اینجا، یعنی چندین صفحه بعد، مارکس ضمن بیان نتایج شکست ژوئن، ما می‌دونیم فوریه انقلاب میشه، دولت در حقیقت جمهوری تشکیل میشه و بعد در ماه ژوئن کارگرها واقعا سرکوب میشن، که من همه اینا رو در جلسات قبل گفتم که به اصطلاح مارکس واقعا چقدر ناراحت از این که کشتاری که از کارگرها میشه. یک سلسله درس های پر اهمیت تاریخی رو قلمی میکنه مارکس و برای نخستین بار اصطلاح دیکتاتوری پرولتاری رو از اینجا به کار میبره، که حالا عرض میکنم که مسئله قبلا صحبتشو کردم که منظور مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا چیه. سرنگون کردن بورژوازی با زور به هیچ وجه از نیازهای فوری و اعلام شده پرولتاریا نبود و پرولتاریا توان انجام دادن این کار را هم نداشت.
نشریه مانیتور خود رسما پرولتاریا عرض شود که نشریه مانیتور خود رسما به پرولتاریا آموخته بود که زمان دیگر که زمان دیگر آن زمانی نیست که جمهوری بتواند در برابر توهمات او سر فرود آورد و تنها شکست پرولتاریا توانست او را به این حقیقت قانع کند که کمترین بهبودی در وضعش در چارچوب جمهوری بورژوایی در حکم نوعی رؤیا باقی خواهد ماند. که اگر بخواهد کمترین اقدامی در جهت تحقق آن انجام دهد جنایت محسوب خواهد شد. درخواست‌های افراطی طبقه کارگر در شکل و حقیرانه در محتوا و حتی بورژوا پسندی که پرولتاریا از جمهوری فوریه داشت هنوز دچار توهم طبقه کارگر، جای خود را به شعار انقلابی متحورانه زیر دادن. داره رشد میکنه، طبقه کارگر داره رشد میکنه. بعدش میگه که این شعار انقلابی متحور، سرنگون باد بورژوازی و برقرار باد دیکتاتوری طبقه کارگر. در واقع این اولین باره که مارکس از این چیز استفاده میکنه، دیکتاتوری پرولتاریا استفاده میکنه، که ما میدونیم با نهایت تأسف چه سوء استفاده ای از این قضیه شد و به نام پرولتاریا باید گفت چه جنایاتی شد. واقعا آنچه که مارکس صحبتش میکنه اینه که هژمونی یا قدرت سیاسی از دست اقلیت بیفته به دست اکثریت. اکثریت که صحبتشو میکنیم واقعا بیش از 90% از مردم، که ما صحبتشو کردیم که چطور خرد بورژوازی تحلیل میره و ذوب میشه و به طبقه کارگر میپیونده. یه بخش بسیار کوچکش میره بالا ولی بخش عظیمش سقوط میکنه. زیر چشممون ما الان این رو در امریکا میبینیم. و در نتیجه دیکتاتوری پرولتاریا این نیست که دیکتاتوری برقرار کنه به مفهوم امروز، مثل عرض شود که بعضی از کشورهای اروپای شرقی یا جمهوری اسلامی یا امریکا هم داره به اون طرف تبدیل به یه سیستم پلیسی میشه. دیکتاتوری یعنی هژمونی اکثریت بزرگ مردم در برابر اقلیت. همینجا به عزیزان عرض بکنم موقعی که اکثریت عظیم به قدرت میرسه احتیاجی به برقراری یک رژیم فاشیستی نداره، به یک رژیم سرکوبگر نداره، برای که نیروهای اون 10% یا 5% یا هرچی که در اقلیت قرار میگیرن توان اینو ندارن که بخوان حکومت اکثریت رو بندازن و در نتیجه احتیاج به سرکوب، احتیاج به این همه دادگاه، این همه پلیس، این همه پلیس مخفی، این همه عرصه‌ای که دستگاه‌های امنیتی و فلان اینا نداره. یعنی دموکراسی واقعی. دیکتاتوری پرولتاریا در بنیان خودش یعنی گسترده ترین دموکراسی در دوران گذار. در دوران گذار که امروز طبقات وجود دارن، معتزمانی که طبقات وجود دارن دیکتاتوری وجود داره. یعنی نباید گذاشت که اون اقلیت دوباره بیان حالا یا به کمک خارجی یا خودشون دوباره به حساب بندازن حکومت اکثریت رو. بنابراین میخواستم یه اشاره کرده باشن به دیکتاتوری بود. هر سبت که سپس در دنباله تحلیل از شکست جوان 1848 میمیسه، باری تنها در پرتو شکست جوان است که تمامی شرایط لازم برای آنکه فرانسه ابتکار انقلاب در اروپا را به دست گیرد ایجاد شده است. یعنی تازه پرولتاریا متوجه شده. تنها پس از آغشته شدن به خون شورشیان جوان است که پرچم سرنگ فرانسه توانسته است بر پرچم انقلاب اروپا به پرچم سرخ تبدیل شود و ما به همین مناسبت فریاد میزنیم انقلاب مرده است، زنده باد انقلاب. در حقیقت مارکس اینجا یه مقدار ما میدونیم احساساتی میشه و امید و آرزوش اینه که از این به بعد پرولتاریا به قدرت برسه. اینجاست اون جمله معروف که انقلاب مرده است، زنده باد انقلاب، توی این به اصطلاح جزوه این گفته میشه. ولی به هر حال عزیزان، به عبارت دیگر اگر انقلاب 25 فوریه انقلابی سیاسی بود، اجتماعی نبود،
انقلاب اجتماعی انقلاب پرولتاریهی در واقع هست، یعنی انقلابی است که اکثریت رو به قدرت میرسونه و واقعا دیکتاتوری پرولتاریا رو برقرار میکنه. انقلاب اکتبر هم لنین دلش میخواست که یه انقلاب سیاسی باشه و انقلاب اجتماعی در اروپا بشه و بیان به کمک دولت شوراها، که اینجوری نشد. به عبارت دیگر اگر انقلاب 25 فوریه انقلابی سیاسی بود که ساختار اجتماعی اقتصادی را دست نخورده باقی گذاشت، تفاوت بین انقلاب سیاسی و اجتماعی چیه؟ که دستگاه سیاسی رو دست نخورده میذاره. انقلاب درس شکست 25 ژوئن این خواهد بود که برای انقلاب اجتماعی باید جامعه بورژوازی را سرنگون کرد. و اما سرنوشت خورده بورژوازی، پیکار ژوئن قدرت رو به بورژوازی داد. تعصب خرافاتی دهقانان نسبت به مالکیت حاکمیت بورژوازی را در روستاها تحکیم بخشید. یک بخش از دهقانان واقعا در برابر انقلاب می ایستند و با بورژوازی هم دست می شن. حال نوبت تعیین سرنوشت خرد بورژوازی به رهبری لودرو رولان، یعنی طرفدار و دوستان چیست، این جماعت خرد بورژوازی همدست با جمهوری خواهان بورژوا در 16 آوریل بر ضد کارگران توطئه چیده و در ایام ژوئن دوش به دوش هم علیه کارگران جنگیده بودند و با این کار پایه‌ای را که بر اساس آن حزبشون خود را به عنوان یک قدرت مجزا در صحنه سیاست عرضه می‌کرد در هم کوبیده بودند. رفتن به کمک بورژوازی علیه طبقه کارگر، به این ترتیب سرنوشت خودشون رو رقم زدن، چرا که خرد بورژوازی تا زمانی میتواند در برابر بورژوازی برخورد انقلابی داشته باشد که پرولتاریا پشت سر او ایستاده باشه. چون با پرولتاریا نیومدن، موقعی که حالا بعدن بورژوازی میخواد خرد بورژوازی رو خرد متلاشی بکنه، کارگرا نمیرن با کمکش، شکاف میفته بین خرد بورژوازی و کارگرا. آنان بدینسان سپاس همدستی خود را دریافت کردن، برای اینکه خرد بورژوازی بعد از اینکه طبقه کارگر رو در ژوئن بسا خرد متلاشی کردن، در واقع بسا کشتار کردن، بعد خرد بورژوازی هم به همین ترتیب، برای اینکه داشت به قول معروف لگد اندازی میکرد. من باید بپرم، هر شود که دوباره 23 ژوئن 1848 روز شورش کارگران انقلابی بود، دوباره بر میگرده، و 13 ژوئن 1849 روز شورش خرد بورژوازی دموکرات، یک سال بعد. هر یک از این دو شورش مظهر ناب و کلاسیک شیوه عمل طبقه بود که ابتکار آن را در دست داشت. بورژوازی اومد هر دوی اینها رو در ژوئن 1848، خرد بورژوازی نیومد به کمک طبقه کارگر، در ژوئن 1849 که بورژوازی رو میخواد، بورژوازی میخواست خرد بورژوازی رو خرد متلاشی بکنه، کارگران رفتن به کمکش. خرد بورژوازی که خود برقراری جمهوری بورژوازی در برقراری جمهوری بورژوازی نقش داشت و در سرکوب طبقه کارگر شرکت کرده بود، اکنون از خود چموشی نشان میداد و میباید سر جای خود نشانده میشد. ماحصل کل شورش 13 ژوئن 1849 دستگیری بخشی از نمایندگان مونتان و فرار بخش دیگر بود. دوستان مارکس رو در حقیقت، لودرو رولان و عرشبت که بلانکی رو گرفتنشون، بلانکی یا عرشبت که بله. از آن پس اکثریت مجلس لوایحی به تصویب رساند که نمایندگان خاطی را، مال خرد بورژوازی را، به بهانه اخلال در مجلس می توانه سانسور بکنه، همزمان با محروم کردن مونتاین که خرد بورژوازی باشه از نیروی پارلمانیش، نیروی مسلح طرفدارش نیز خل سلاح شده. به دنبال آن قوانین تازه ضد مطبوعات، اینا رو خرد بورژوازی در حقیقت دستاوردش بود، قوانین ضد مطبوعات، ضد انجمن‌ها و اتحادی به تصویب رسید، زندان‌ها پر شد و پناهندگان سیاسی از کشور اخراج شدند، که از جمله خود مارکس 1849. به چه دلیل؟ برای اینکه در جریان ویسا سرکوب خرد بورژوازی مارکس در پاریس بود، بیرونش کرد.
در پاسخ به این که ائتلاف بورژوازی چگونه میتوانست از فرمان روایی اشرافیت مالی حمایت بکند، مارکس میگوید من باید سریع بگذرم. به طور کلی پیوند میان مالکیت ارضی عمده و اشرافیت مالی امری عادی است. در کشوری مانند فرانسه که در آن حجم تولید ملی به گونه نامتناسب پایین تر از حجم بدهی های عمومی است، هرچی بدهی های دولت بالاتر باشه قدرت سرمایه ها بالاتره. قدرت به اصطلاح مثل الان وال استریت. در واقع هم مردم از طریق مالیات هاشون باید بهره بدن، همین که به اصطلاح سر اینا پول با اوراق قرضه دولتی مهمترین وسیله سفته‌بازی به بورس بازار و بورس بازار اصلی به کار انداختن سرمایه هایی است که در جستجوی سود غیر تولیدی هم. هر سبب که در چنین کشوری لازم است توده بیشماری از افراد تمامی طبقات بورژوازی یا شبه بورژوازی با بدهی های عمومی به بازی بورس به بخش مالی علاقمند باشد. یعنی در حقیقت سیطره به حساب چیز سرمایه های مالی موقعی که به حساب هر سبب که بنابراین هر سبب که من فکر میکنم این جلسه هم وقتش تمامه و من به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم تا جلسه آینده که به زودی راجبش دنبال این بحث رو میگیریم و بعدش تا جایی که برسیم راجب به اصطلاح 18 برومر لوی بناپارتم صحبت خواهم کرد. فعلا شب و روز عزیزان خوش.